سلام علیکم، من مریض کلیه است، پدر بزرگوارم است. من خودم مقیم آلمان هستم. یک روز روز شنبه بود که برادرم تلفن کرد، گفت پدر بزرگوار ما سکته مغزی کرده. خودم خیلی خدایش هیجانی شدم و خودم گرفتن نتانستم. و در طول چند روزی که من در آلمان بودم، پشت تیکتا و چیزایی که میگشتم، هر وقتی که تلفن میکردم از کدام امیدواری برای ما نشان نمیدادن. و بالاخره روز دوشنبه بود، هفته گذشته روز دوشنبه بود که خودم آمدم در کابل. و امور روز دوشنبه پدرم بعد از 7 روز از کوما خارج شده بود. برای ما واقعا پدرم این مریضی که داشته برای ما یک معجزه بود. واقعا خیلی تیم تکنیکی، دکتر صاحبا همیشه زحمتای خود زیاد کشیده. ما یک تشکری خاص از تیم تکنیکی و همه دکترای که در این عرصه خدمت کردن، در پدرم خدمت کردن، من تشکری میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مریض ما به نام گلبدین به تاریخ 2 عقرب 1401 به شفاخانه ما مراجعه نموده بود که دچار کمای عمیق بود و مریض نزدش معاینات لازمه صورت گرفته و تعقیب معاینات لازمه نزد مریض سی تی اسکن اجرا کردیم. در سی تی اسکن مریض قسمی که میبینین کاملا یک نیم کره سیاه گشته، به این معنی که یک رگ بزرگ دماغی دچار بندش شده بوده و این بندش باعث شده که مریض دچار سکته مغزی شود. از باعث از این بندش و این سیاهی مرکز تنفسی دچار عرست شده که به این معنی که مریض عدم کفایت تنفسی پیدا کرده بوده و عدم کفایت تنفسی جا بزیر میکرد که مریض ما باید از به ماشین تنفس مصنوعی وصل شود. زمانی که مریض ما به ماشین تنفس مصنوعی وصل کردیم، در ICU یا اتاق مراقبت جدی ما بستر بود، یک هفته مریض در ونت بود یا در ماشین مصنوعی بود. خوشبختانه در اثر سعی و تلاش همکارای ما و تیم های همکار ما، مریض بعد از یک هفته اکستیوبه شده. و بعد از یک اکستیوبه شد، قسمی که حال شما خود دیدین مریض ما را، حالت شوری خیلی خوب دارن و تمام اعراضشون نسبی سبساید شده و انشالله که زود به خیر خوب شد. مریض ما به نام گلبدین تقریبا 2 هفته پیش به شفاخانه مراجعه کرده بودند که تقریبا مریض زیاد شور داشت. بعد از ارزیابی تیم بخش نیورولوژی، مریض به بخش قلبی آمدن و از نظر قلبی ارزیابی شدند که در گرافشان بی‌نظمی قلبی به نام اتریال فیبریلیشن تشخیص شد و در معاینات تلویزیونی قلبیشان به نام ایکوکاردیوگرافی دایلیتد کاردیومایوپاتی، یعنی کلان شدن قلب و کمکار شدن قلب، تشخیص شد که خود از این حالت میتونه زمین اساس باشه به خاطر از اینکه خون رکودت پیدا کنه یا به آهستگی از قلب بیرون شوه و بی‌نظمی ایره سریعتر بسازه ای پروسیجره و سبب ایجاد لخته ها داخل خود قلب شوه که با اندکترین حرکت میتونه این پارچه از این لخته شد شوه و بالاخره به قسمت دماغ و سبب بندش رگای دماغ شوه که تقریبا در این مریض ما اساس تشخیص امی بود که تقریبا رگ کلانه ایره که نیم کره ای از دماغه بالاخره خون رسانی میکرد، این لخته سبب بندش شده بود که ماشاءالله بعد از 2 هفته تداوی با تیم نیورولوژی و بخش قلبی مریض امروز ماشاءالله خیلی خوب و صحتمند است. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم گلزمان احمدی است و همچنان همراه من نجم‌الدین جان هستند که از جرمنی آمدند. کاکای ما تقریبا 13 روز پیش یک حادثه همراه اینا رخ داد که یک بار اینا وضعیتشان بیهوش شدند و برای یک شب در شفاخانه اوزوی کندوز بستر بودند و شفاخانه اوزوی کندوز بر ما جواب رد دادند که اونا گفتند که اینجا قابل تداوی نیست و ما اونا را آوردیم به شفاخانه آریانا در کابل. بعد از تشخیصی که در اینجا شدن، اینجا گفتن که حرکات قلبشان خیلی زیاد پایین است و همچنان لخته خون در قسمت مغزشان است. بر روز دوم تشخیص قسمی بود که دکترها بر ما گفتن که شما فقط یگانه امیدواری که دارین فقط این است که شما دعا بکنین و یگان معجزه شوه که اینا وضعیتشان خوب شوه. والله الحمد، حالا که شما مریض دیدین، بعد از 13 روز وضعیتشان خیلی خوب شده و دکترها همچنان بر ما امیدواری دادن و گفتن که وضعیتشان رو به بهبود است. دیگه انشاءالله وضعیت قابل نگرانی نیست، انشاءالله که بهبود پیدا کنیم.